بچه ها خوبی؟ من میخواستم موهام درست بکنم، بعد آرایش بکنم که ویدیو بگیرم. گفتم که بیام ته آماده شدنم واسه شما هم ویدیو بگیرم، ببینید که چجوری کار میکنم، هرچند که من خیلی حرفه‌ای نیستم واقعا. ببینیم به کجا میرسه. اول یک دسته از اینجا برمیداریم این صورت. همچنان بوده میخواستم، نمیخوام بدم، انتظار شیمیون از من نداشته بود. همچنان میخوام خودم چکار میکنم، واسه شما ویدیو بگیرم. خب همین حرکت رو با این حرفمون هم میزنیم. بچه چرا موهام حالا یکی دیگه بود اینقدر میشد یه طرفش فقط. اگر نمیدونید بدونید که من کلاس بافت رفتم، ولی همش یادم رفت و انواع بافت رو سر دوستام انجام میدادم، لذت میبردیم. البته به طور خیلی حرفه‌ای نبود که بخوام بگم مثلا اینطوری ریز ریز بافت میزدم، اونا واقعا سختن. دیگه هیچی به ذهنم نمیرسه. آخه من یه چوسر رو چیشو ببافم؟ نه قربونت بشم، موهای خیلی خوبی دارم بچه. آخیش من بین همه گی موزیکا، موزیکای قدیمی اساس مانکن و حسین مختار رو به همه چوی سرجیم میدم. دیگه نمیدونم بچه واقعا این تر خلاقیت من بود، من دیگه نمیدونم آخه من با این دوتا چی کار میتونم بکنم؟ شبه خواهد سوسکه شدم. چرا؟ شکار نداره، ایراد نمیگیریم. خدا بزرگه، خدا بزرگه، خدا کریمه، خدا مو میده به مو. مثلا میخواستم اینو بپیچونم اینش بدم. کرم پودرم Wet n Wild به درد آرایش روزانه میخوره، چون خیلی سبکه، خیلی خوب روی پوست میشینه. من این اخلاقی که دارم خیلی تمیزکاری میکنم، ترجیحم اینه که خونه تمیز باشه بعد بشینم، خونه تمیز باشه بعد غذا بخورم، بعد فیلم ببینم. هر کاری که میخوام بکنم ترجیحم اینه که توی خونه تمیز انجامش بدم، ولی خب خیلی برعکس منم. من قبلاً اونقدر چیز نبودم، از وقتی که اومدم ترکیه اینجوری شدم. روش آرایش کردن من دیگه روشی که مثلا همیشه باهاش آرایش میکنم، واسه همین جایشو تعجب کردید مثلا فکر نکنید که مثلا ممکنه. خلاصه داشتم تمیزکاری میگفتم، بعد الان فکر کنم سه روزی میشه که من سه روزی میشه که من تی نزدم و این خیلی عجیبه. از جارو برقی رو کشیدم، من روزی دو بار جارو برقی میکشم، یعنی به محض اینکه ببینم حالا خونه هم تمیزه کلن، ولی به محض اینکه ببینم مو روی زمینه جارو برقی رو در میارم. مثلا یه چیزی بهتون بگم، من اوایل که اومده بودم استانبول، خونه ای که گرفته بودم اشیالی نبود، اون جارو برقی این چیزا من نداشتم. میمدم دامستوس زدم به زمین و کلش رو با دستمال میکشیدم، کل خونه رو کاشی به کاشی با دستمال کاغذی تمیز میکردم. کانسیلر بچه من کانسیلرم فلومار هستش، زیر چشم هم گوده واسه همین یاد میزنم. از پودر فیکسم یه کچولو موچولوه گیسم اینقدر بزرگی که اذیت هم میکنه، هی میاد توی دست ما. راهنمایی بودم، ژیلت برداشتم تا جبرومو زدم. میدونم خیلی هم تمیز نیست، نه تمیز نه خداییش، صورتی تمیز در من کشکر شد. راضیه. دو تا مارک موون ریملم هم که مثل همیشه گلدن روزه، البته که همیشه گلدن روز نبوده، اسنس بوده قبلن. پانورامیک لشز اسمشه، یه دونه دراماتیک لشز داره یه دونه پانورامیک لشز، من اینو میزنم. نمیشه من یک بار مثلا ریمل بزنم ولی به بالای چشم نگیره. چیه کمی برانزر. چقدر قد چشمم خوب شد آجی، از این آخرین باری که زده بودم، این اولین آخرین بارم تقلیدم بود. بچه ها تمام شد، بذارم روژم بیرون بزنم
لباسم هم بپوشم، تیکه آخر بهتون نشونم که چه شکلی شدم. خب بچه ها اینم رخ نهایی. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. اگر چیز دیگه ای بود، آرایش دیگه ای به من بگید. اگر خوشتون اومد حتما واسم کامنت بذارید، من همه کامنت ها رو میخونم. خیلی خوشحال میشم که با هم صحبت کنیم. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی خدا حافظ.